چیزی که برای ما مهرس هستش و با اطمینان میتونیم بگیم که این هواپیما موشکی با اون اصابت نکرده. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری افزود برخورد شی به هواپیما و اینکه بتواند حدود 60 تا 70 ثانیه پرواز کند از لحاظ علمی صحیح نیست. عابدزاده تصریح کرد قطعات هواپیمای اوکراینی در یک محیط خیلی محدود جمع آوری شده است و اگر قرار بود انفجاری در بالا صورت بگیرد قطعات باید خیلی پراکنده تر می شد. هواپیما ساعت 6:13 از فرودگاه امام خمینی عازم کیف شد که چند دقیقه پس از برخاستن از فرودگاه یکی از موتورهای آن به علت نقص فنی دچار آتش سوزی شد. این سومین سقوط فاجعه بار هواپیمای بوئینگ در بیش از یک سال گذشته است. تا کنون 4300 نفر در حوادث مرتبط با این نوع هواپیما در جهان جان خود را از دست داده اند. سخنگوی دولت انتشار اخبار نادرست درباره سقوط هواپیمای مسافری بوئینگ اوکراینی را عملیات روانی دولت آمریکا و متحدان آن دانست. آقای ربیعی به دولت آمریکا هم توصیه کرد به جای دروغ پردازی و شکل دادن یک عملیات روانی در حاشیه سقوط هواپیمای بوئینگ اوکراینی منتظر نتایج بررسی ها باشند. چهره شناخته شده صنعت هوایی ایران کاپیتان شهبازی با رد شایعه برخورد موشک با هواپیمای اوکراینی گفت با 35 سال سابقه میگویم هواپیمایی که به آن موشک برخورد کند بلافاصله در آسمان منفجر میشود. اگر هواپیمایی رو بخوام با موشک بزنن همون بالا پخش میشه و وقتی تو زمین میریزه کیلومترها اینها اصلا این هواپیما با اون وزنش با اون سرعتش از اون ارتفاع اومده پایین با اون وزنش روی زمین خورده و پخش شده. این سرعت خیلی زیادی داشته، در ضمن زمین صاف نبوده که این بخواد یک جا خیلی سالم بشینه، به خاطر همین مسئله این پخش شده در اونجا. من همینطور که قبلا هم گفتم به نظر من این یه سانحه میاد و شلیک موشک نباید باشه. کاپیتان شهبازی افسود اخبار منتشر شده درباره علت این حادثه کارشناسی نشده و حجمه سیاسی است. اینها همش حجمه های سیاسی هست.